حرف تو میشه، میشه بارونی چشم. من راضیم اگه حتی دیر به دیر بیام، حرف همه اینه، همه جا به فکرتم. معلومه که چقدر تو رو از دلم میخوام. سلام، ببین شکست بالم. سلام، دوری تو ملالم. سلام، نگاهی کن به حالم. سلام، بارون رحمت من. سلام، همه عزت من. سلام، صاحب شوکت من. موهای سفید سرم چقدر آقا از گذشت شکست ترم. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم ارباب، دوست دارم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. صبح روز دوشنبه و توفیق این رو داریم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا مهمان خانه های شما باشیم، با شبکه جهانی امام حسین علیه السلام به صورت زنده و مستقیم. و اینکه از کنار حرم مطهر آقا سید و شهدا این افتخار رو داریم، گزارشگر وضعیت شهر مقدس کربلا و رساننده صدای شما به حرم مطهر آقا امام حسین علیه السلام، برادر بزرگوارشون آقا ابوالفضل العباس هستیم. واقعا خوشحالیم و به خودمون میبالیم که افتخار این نوکری به ما عطا شده. انشاءالله آقا سید و شهدا و شما عزیزان همگی راضی باشید که با رضایت شماها خدای تبارک و تعالی هم انشاءالله راضی خواهد بود. قطعاً اون چرا که ما برای خودمون دوست داریم، اون چرا که دعای خیر هست در حق خودمون و خانواده هامون و عزیزانمون و نزدیکانمون اینجا در کربلای مقدس تحت قبه مطهره آقا سید الشهدا سلام الله علیه خدمت این پدر مهربان تر از پدر عرضه می کنیم، شماها هم در اون شریک هستید. خدا رو شاکرم باز از اینکه این توفیق پیدا میکنم زیارت آقا سید الشهدا مشرف میشم و واقعا به خودم میبالم و اعتقادم این هست که از دعای خیر شما هست. در کربلا هستیم، انشاءالله بتونیم انجام وظیفه بکنیم. خب امروز روز دوشنبه است و انشاءالله قرار صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. اجازه بدید برای اینکه حال دلتون خوب بشه با همدیگه تصاویری از حرم آقا سید و شهده آقا ابوالفضل العباس رو همراه با سلام هامون، همراه با عرض حاجت هامون ببینیم و بعد از اون
صدای شما رو به کربلا برسونیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نابرده رنج را چه کسی گنج میدهد؟ یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم، یک یا حسین گفتم و آقا ترین شدم. هیئت که آمدم سر و رویم سیاه بود، لطف حسین بود که زیبا ترین حسین که زیبا ترین شد. عمرم تمام گشت و خودم را نیافتم، در بین روزه بود که پیدا. زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران. امیدوارم هر چه زودتر هر عزیزی از هر کجایی که دوست داره بتونه مشرف بشه و از نزدیک ظاهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه باشه، مخصوصا در این ایام، مخصوصا اون عزیزانی که در ایام شروع ماه ذوالحجه، ایام عرفه، توی اون دعاهاشون الحمدلله رب العالمین با عنایت خدا توفیقی رو پیدا کردن،
هم دعا کردن، هم روزه گرفتن، هم بقیه اعمال این ماه رو تا این لحظه انجام دادن و انشاءالله رزق و روزیشون شده باشه، براشون نوشته شده باشه عزاداری ایام ماه محرم و الحرام و زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه. شماره تماس برنامه باز شده 20964 771 61 67 100 در اختیار شما بزرگواران هست و همه اون عزیزانی که شما لطف میکنید. راه های دیدن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو بهشون هدیه میدید، این شماره تماس رو بهشون هدیه میدید، بتونن اونها هم از هر کجای این کره خاکی که هستن بتونن تماس بگیرن خدمت آقا سید الشهدا سلام الله علیه با هر لهجه و هر زبانی که دوست دارن. خدمت آقا سید الشهدا عرض سلام و عرض حاجت داشته باشن. یه بشارت کلی هم الحمدلله رب العالمین که قطعا بهتون رسیده، شبکه مقدسه از زهرا به زبان ترکی الحمدلله رب العالمین روی ماهواره ترکسات هم رفت با فرکانس 11558. الحمدلله رب العالمین عزیزانی که از ماهواره ترکسات استفاده میکنن و قادر نبودن از یاهسات استفاده بکنن، هر عزیزی، هر دوستی، هر آشنایی رو که دارید که زبان ترکی صحبت میکنه و دوست داره برنامه های مذهبی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، شبکه جهانی و مقدسه از زهرا رو به زبان ترکی ببینه، انشاءالله از طریق ماهواره ترکسات هم میتونه استفاده بکنه. و هنیئاً لسیدتنا فاطمه الزهرا، مبارک بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، مبارک شما و موالیان و عاشقان آقا امیر المؤمنین حضرت زهرا، آقا امام حسن، آقا امام حسین، آقا ابوالفضل العباسی ال ام البنین باشه که این خدمت کمترین رو از عزیزان زحمت کش شبکه مقدس از زهرا انشاءالله مورد رضای خدا و ائمه اطهار قرار بگیره. این فعالیت انجام شد و تبلیغ دین روی ماهواره ترکسات هم به واسطه تنها شبکه مستقل شیعی که 24 ساعته به زبان ترکی و ترکی آذری هم الحمدلله افتخار این خدمت رو داره. خب زیاد طولانیش نکنیم، عزیزی خیلی وقت پشت خط هستن، عذرخواهی میکنم. بزرگواری بفرمایید وقتی صداتون به ما میرسه حتما صدای تلویزیونتون رو ببندید، از طریق تلفن با ما صحبت بکنید و کوتاه خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. سلام خدمت آقای میر خلفزاده و همکاران محترمتون. علیکم السلام، بفرمایید زیارت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن نبی الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا ابوالفضل العباس علیهم السلام و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. التماس دعا خیلی خیلی ان شاء الله فرج آقا امام زمانمون برسه. الهی آمین. خدا نگهدارتون. یا علی مدد خواهرم، خدا نگهدار شما. لحظاتی رو دیدید که تصویر بردار محترممون در خیابان هست و مشغول دادن گزارش در ارتباط با پرپایی مواکب و به قول معروف حیات
خدمت رسانی. الان نمونش روی تصویر آمد، چند لحظه‌ای دارن موکب رو آماده بکنن، تکیه بزنن. و باز عرض کردم عزیزانی که مشرف شدن کربلا قبلها، الان موقع اونه. یعنی معمولا لوازمشون و هیئت‌ها با اتمام عید قدیر خم شروع میکنن وارد شهر مقدس کربلا بکنن، و از انبارها خارج بشه، تمیز بکنن و نصب میکنن مواکب رو، هم برای عزاداری ها، هم برای پذیرایی از زائرین آقا سید الشهدا سلام الله علیه. امیدوارم هر جا هستید ان شاء الله از نزدیک زائر آقا سید الشهدا سلام الله علیه باشید. این گوشه یکی از خیابان‌های شهر مقدس کربلا و در نزدیکی حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه هست، نزدیک باب الکرامه و موکبی که داره نصب میکنه. همینجا جلوی خود استدیو، پایین استدیو روبرومون به دیواره بین الحرمین، باز لوازمشون رو آوردن و آماده نصب هست موکبشون. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. آجا آمیر خلف زاده سلام عرض بکنم خدمت. و علیکم السلام برادر بزرگوارم، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زائر آقا سید الشهدا سلام الله علیه باشید. آجا آمیر خلف زاده چند روز به بیمارستان بودم و سعادت نبود امامتون و شما رو زیارت کنم. اینکه الان شما رو دیدم دلم اینقدر شاد شد، اینقدر دلم آروم کن. الحمدلله رب العالمین. الله برقرار کنم. قطعا التماس دعا دارم. خواهش میکنم انشاءالله که دعاگو هستیم. به قول معروف گفتنی هم خانم هم بیمار است ما. یا الله، به قول معروف، به قول عرب ها گفتنی، الحمدلله علی سلامتکم، انشاءالله همیشه سالم باشید با عنایت آقا سید الشهدا. الان میتونید صحبت بکنید انشاءالله، سلامتی ده. کامل به واسطه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، انشاءالله. شما، خانوادتون و همه عاشقان آقا امیرالمومنین، بفرمایید زیارت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و على العباس اخو الحسین. السلام علیک یا حضرت زینب، یا حضرت رقیه، یا اهل بیت نبوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا امام حسین، تعجیل در زور آقای امام زمان از خدا بخواهی. یا امام حسین، شفای همه مریضا رو بده، به حق مادرت حضرت زهرا، به حق حضرت زینب، به حق حضرت رقیه، به حق آقا عبدالفضل، به حق حضرت امام حسین، حاجت دل همه رو بده، شفای همه مریضا رو بده، اونایی که تو بیمارستان ها هم تو خونه هاشون هم قسمت کن امسال به زیارت بیاییم. به حق امام حسین خدایی، حاجت دل همه رو بده، حاجت دل همه رو بده. آقا التماس دعا دارم خود. انشاءالله حاجت روا باشید، انشاءالله هرچه زودتر شما هم بتونید در خیابان قبله امام حسین علیه السلام، همطور که ملاحظه فرمودید، موکب ها دارن آماده پذیرایی از زائرین و عزاداران میشن، بتونید مشرف بشید و از نزدیک زائر باشید. ممنونیم از تماستون حاج آقا. ممنون حاج آقا. یا حسین، یا حسین، یا ابا عبدالله، شما بهتر میدونید، حقیقتا خواست قلبی ما اینه، همینطور که ما الان متنعم هستیم زیر سایه شما، نفس میکشیم، عاشقاتون رو دوست داریم از همه جا مشرف بشیم. رحمت شما اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین،
رحمتی است که خدای تبارک و تعالی به کل این مردم دنیا داده. حالا اونهایی که متاسفانه نمیشناسن، خبر ندارن، قدر نمیدونن جای خود، ولی عاشقان شما یا ابا عبدالله میسوزن از این که بیان شکر این نعمت رو توی حرم شما نتونن انجام بدن. اینه که یا ابا عبدالله عنایت بکنید عزیزان بتونن به راحتی مشرف بشن و شکر گذار این نعمت و این رحمت خدایی باشن. جانم بیننده هایی که قبلا مشرف شدید کربلا، بیننده هایی که قبلا وارد شدید در یک همچین خیابان هایی، در یک همچین مواکبی مورد پذیرایی قرار گرفتید، دیدید روزه خون داره روزه میخونه، مداح داره به قول معروف مدیح سرایی میکنه، داره مصیبت میخونه، ایستادید کنار این دیوارها، دستی به سینه زدید، قطره اشکی ریختید، استکان چایی، لیوان آبی یا به قول معروف ظرف برنجی از باب تیمن و تبرک و به عنوان سلامتی و بیمه شدن و ایمن شدن از همه اینها، از زاد و توشه آقا سید و شهدا استفاده کردید. هرس نخورید، اذیت نکنید خودتونا. الیس الصبح به قریب؟ انشاءالله انشاءالله همه ی عاشقا بتونن و مشرف بشن و از نزدیک زائر امام حسین علیه السلام باشن. یا الله میبینید تصاویر رو، پرچم مقدس یا حسین رو از دور میدیدید، با خانواده هاتون، با همسفری هاتون قرار میگذاشتید. آقا جان هر کی هر جایی میخواد توقف بکنه بکنه، نیم ساعت دیگه دم این پرچم وعده. آقا جان این پرچم یک نشانه است، یک راهنماست. عزیزان تصویر استدیو متاسفانه قطع شد، ولی من میخوام با دیدن تصویر بله چین... یا الله اینها مواکبیه که شما بزرگواران اسمشو حفظ میکردید، جاشو حفظ میکردید. به فرض مثال میفرمودید که آقا پشت حرم آقا ابوالفضل العباس اون تکیهی که نمیدونم سری بالای لاله‌هاش آبی رنگ بود، یا اون تکیه‌ای که تمثال مبارک آقا امیرالمؤمنین رو گذاشته بود، یا اون تکیه‌ای که یک مشعل بزرگ و به عنوان کشتی نجات و راهنما گذاشته بود، وعده ما اونجا. میدونم عزیزی شب گذشته صحبت میکرد، میگفتش که آقا تو رو به خدا یه کاری بکنید، دعا بکنید ما بتونیم بیاییم. من هنوز این ایام عزاداری دهه اول محرم رو یک لحظهش رو از یادم نمیره، همش دارم خواب میبینم که بتونم بیام زائر آقا سید و شهدا باشم و توی حرمشون همراه با اون مواکب زنجیر زنی و هیئت ها وارد بشم و این که اونجا بتونم از که زیبا عمرم تمام گشت و خودم را نیافتم،
در بین روزه بود که پیدا ترین شد، در بین روزه بود که پیدا ترین شد. صد مرد زنده می شود است ذکر یا حسین، از محتشم نوشتم شیواترین شده. هر کس بزرگ، امیدوارم هر چه زودتر ببینید من همین رو بلدم فقط بگم و چیزی بهتر از این من بلد نیستم، بتونید مشرف بشید و از نزدیک زائر باشید. دیدید بعضی از خیابونهای اطراف دورتر از حرم، نزدیک به حرم، همه اینها شروع کردن به موکب راه انداختن و آماده بشن برای پذیرایی از زائرین محترم. انشاءالله نصیب و قسمت همه شما بزرگواران بکنه. تماس رو بسم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم حاج آقا، خسته نباشی. ممنونم، متشکرم. حاج آقا دلمونو به هم ریختیم، نمیدونی چقدر سخت دوری از نفت رو، خدا برامون دعا کنی که خدا به امون رحم کنه. حاج آقا ما هر دردی رو کشیدی اما این درد خیلی سخته. حاج آقا تو رو خدا برامون دعا کنی، بهترین دعای شما همینه که در اتمان میکنی که بیای برم. انشاءالله انشاءالله. یا حسین بهتون حق میدم خواهرم، ما نزدیکیم و در کربلا هستیم. همیشه عرض کردم یک ساعت دو ساعت میریم نجف و برگردیم، واقعا به هم میریزیم. وای به حال اونهایی که چندین سفر اومدن الان مدتی محرومن. انشاءالله نصیب و قسمتتون. سلامت باشید انشاءالله. بفرمایید زیارت بکنید، با این حال خوشی که دارید انشاءالله این قطرات عشق رو در حرمشون به مادرشون حضرت زهرا هدیه. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودفیه بعد دیمات بی. اللهم علم جبت و تاقول. صل الله علیک یا فاطمه زهرا، صل الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک، صل الله علیک یا مولای یا امیر المؤمنین، صل الله علیک یا مولای یا ابوالفضل العباس، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با حسینم یا حسین یا مولا یا حسین دلمون فراتر میکشه. یا مولا یا مولا یا مولا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، السلام علیک یا صاحب الزمان، یا شریک القرآن، یا صاحب الزمان، بدانمون برس یا صاحب الزمان این محرم، یا صاحب الزمان تو به قلبمون رو آرامش بده، یا صاحب الزمان، یا رب الحجت بحق الحجت، اشف صدر الحجت بظهور الحجت، اللهم اجل لولیک الفرج، در پناه صاحب زمان باشی، خدا خیرتون بده. ممنونم یا علی مدد. انشاءالله شما هم همگام با این عزیزان زائری که دور زریح مقدس آقا سید شهدا هستند مشرف بشید و از نزدیک زیارت کنید. ممنونیم از تماستون یا علی مدد و خدا نگهدارتون. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. این
استفاده تماس این خواهر بزرگوارمون قطع شد، ولی الحمدلله باز ارتباطی داشتن با حرم. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. به کربلا خوش سلام اومدید. بفرمایید زیارت کنید آقای امام حسین آقا ابوالفضل. سلام علیکم. علیکم السلام. زیارتتون قبول باشه آقای میرخلف. التماس دعا دارید. دل ما رو بردید کربلا. ما یه کربلایی کردید. یا حسین. یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فرج. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله. صلی الله علیه یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی ابن رسول الله. السلام علیک ابن نبی الله یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک ابن فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولا یا ابوالفضل عباس یا قمر بنی هاشم یا باب الحواجب الله یا علم دار دشت کربلا. السلام علیک یا عزیز الحسین رقیه. السلام علیک یا عزت زینب یا جبل الصد یا زینب یا زینب. السلام علیک یا قائم آل محمد یا ابا صالح مهدی یا شریک القرآن یا مهدی زهرا. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا مرتضی علی. السلام علیک یا حضرت فاطمه زهرا بنت رسول الله. السلام علیک یا اهل بیت نبوت. اللهم اجل ولیک الفرج. اللهم اجل ولیک الفرج. اللهم اجل ولیک الفرج. ان شاء الله خیلی دلمون گرفت. ان شاء الله. ان شاء الله. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خواهرم بفرمایید ظاهر آقا امام حسین آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام باشید. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل عباس یا ساقی عطاشای کربلا. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام. السلام علیک یا زینب کبرا یا بنت علی المرتضی یا ام المسائب یا جبل الصد. السلام علیک یا رقیه یا عزیزت الحسین. السلام علیک یا صاحب عصر و الزمان یا قائم آل محمد. اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اجل لوليك الفرج. اللهم اجل لوليك الفرج. قبول باشه زیارتتون ان شاء الله. مثل همیشه التماس دعا و نایب و زیاره همه عزیزان خواهیم بود. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد. خدا نگهدار. و اما تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. نکنه میخوای بگی که تو که جات کرد بلا.
سلام. علیکم السلام و رحمت الله، خواهر بزرگوارم. خیلی ممنون، التماس دعایت مخصوص دارم. خواهش میکنم، بفرمایید زیارت کنید. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا. سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی داد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی رقیه حسین و علی ابو الفضل الحسین. السلام علیک یا الله. اللهم عجل لولی کل فرج. قبول باشه زیارتتون، انشاءالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. ممنونیم از تماستون یا علی مدد. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. الو زائر محترم، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، آقای میخندم داری. به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت کنید. عرض ادب و احترام، آقای میخندم داری، خسته نباشید. خواهش میکنم، ممنونم، متشکر، دعاگوتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخرا أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخو الحسين أبو فار العفار أمر العشيرة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تمسى أجوهي في خلف دولي عزيز. قبول باشه انشاءالله، حاجت روا باشید و هر چه زودتر سلام ها رو در حرم هاشون خدمتشون تقدیم بکنید. ممنونیم از تماستون و به عنوان آخرین تماس، این تماس رو در حد یک سلام میتونن بدن. سلام علیکم، بفرمایید زیارت کنید. الو. سلام علیکم خواهرم. سلام علیکم خواهر بزرگوارم. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، بفرمایید سلام بدید خدمت آقا سید الشهدا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک بر ابو الفضل الحسین. سلام بر خواهر امام حسین. سلام بر پدر و مادر امام حسین. یا امام حسین اللهم عجل ولی یکر فرج، همینجا رو بدبخت گرفته آقا جان، خودتون دعا کنی و فرج مولای ما بود. خواهش میکنم ازتون یا امام حسین، کرونا منو نمیکشه، دوری شما منو میکشه یا امام حسین. قبول باشه خواهر بزرگوارم، انشالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر از نزدیک زائر آقا سید الشهدا باشید. همطور که میشنوید تیتراژ پایانی برنامه هم به قول معروف رفت بالا، انشالله شما را هر چه زودتر در کربلای معلا ببینیم. تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا، یا اکرام.